من 25 سال دیابت دارم، ارثی بوده. بعد الان قند ناشتام 300-280، نزدیک یک سالم هست کف پام سر شده تا مچ پام. خیلی دکتر رفتم، قندم و شبا غذام کم میخورم باز میره بالا. حالا میخواستم ببینم چیکار کنم. این کف پام انگار سنگ ریزه کف پام هستش، اصلا راه نمیتونم برم تا مچ پام. و خیلی هم ضعیف شدم، 65 کیلو بودم الان شدم 58 کیلو. انشاءالله خدا سلامتی به شما بده. دیابتون نوع یک هست یا دو؟ نه نوع دو بود. بعد چون من بلد نبودم، بعد تغذیه‌ام رو درست میکردم، آقای دکتر به من انسولین تجویز کردن. الان شبا با این حال که انسولین میزنم، غذا رژیم میگیرم، باز قند ناشتم نمیدونم دیگه، تا صبحم خواب ندارم. این درد پا منو نابود کرده، از درد پا لاغر شدم اصلا. خیلی دکتر ارتوپد رفتم، طب سنتی رفتم، فتح صفا کردم، ولی نمیدونم چرا اینطوری شد. شما موفق باشید. خیلی ممنونیم از شما خانم نبی‌زاده، با ما همراه باشید. ان‌شاءالله پاسخ استاد رو می‌شنوید. خدمت هستیم. تشکر. زنده باش. اولا پیشنهاد میکنم که مراقبت بفرمایید. خدای نکرده به بخاری یه دفعه نخوره، گاهی زخم مثلا ممکنه بشه، دقت کنید. و یه مقدار دقت هایی رو باید بکنید که مثلا خدا نکرده زمینه‌ای از زخم دیابت ایجاد نشه. و اگر هم ایجاد شد، خدا نکرده، جامعه رضوی رو با 4 برابر عسل مخلوط میکنن رو زخم دیابت، به سرعت اختلالات رو کمتر میکنه. اما صحبت از اینه که ریشه‌ش رو چیکار کنیم. اولا ای کاش مثلا برای دیابت نوع دو هم تو که خودتون هم اشاره کردی، صاف مثلا سراغ انسولین نرن. یعنی مخاطبانی که برنامه رو میشنون، اگر هم باز خواستیم بریم سراغ متخصص دیگر، یعنی 4 نفر نظرشون بپرسیم. وقتی ما انسولین رو تزریق میکنیم، یعنی داریم دهنکجی میکنیم به پانکراسمون. به پانکراسمون میگیم آقای پانکراس ببخشید، خلاصه ما به شما دیگه امیدی نداریم، داریم با واردات خارجی مشکلمون رو حل میکنیم. حالا به هر حال وقتی اتفاق میفته، باز هم با دنبال این باشیم که یه کاری کنیم انشالله این مسئله برطرف بشه و انشالله تزریق انسولین متوقف بشه. درست. چند تا کار ما میتونیم انجام بدیم. نکته اول اینه که مهمترین نکته در دیابت اینه که ما روانمون رو درست کنیم، احساس موفقیت کنیم. این احساس موفقیت خیلی مهمه. روان آرامش داشته باشه، استراب نداشته باشیم، خیلی مهمه. تو مباحث زناشویی اتفاقای خوب در هفته 2 بار بیفته. یعنی شما مباحث زناشویی که درست میکنه، ممکنه قندو میاد پایین. یعنی بعضی فکر میکنن چون دیابت طرف پیدا کرده قند پیدا کرده، ولی نیست که. یعنی دیابت پیدا کرده مثلا مشکل زناشویی پیدا کرده، مشکل زناشویی باعث میشه که طرف، یعنی یکی از عوامل مهم اینه، رو هم اثر داره اما خیلی مهمه. لذا اون آرامشی که تو زناشویی ایجاد میکنه خودش باعث کاهش دیابت میشه. بعد یه سری خوردنی ها تاثیرگذاره، یه سری مالیدنی ها تاثیرگذاره. مثلا عرض میکنم خدمتتون، مثلا عدس الملک رو دارن عطاری ها، مثلا شنبلیله رو عطاری ها دارن. اینا رو میتونید مثلا تهیه بکنید، با هم مخلوط بفرمایید. حتی صبر زرد رو مثلا مقدار خیلی کمی با اینا قاطی بکنن، عطاری ها دارن. یا خود آلوورا رو مثلا بگیرن داشته باشن، مثلا اون گلدونش رو گاهگاهی اون مایه داخل آلوورا میذارن خشک میشه و میل میکنن، حرارت نمیدونن فقط خشک میکنن، خیلی موثره. جوشانده کلاهک بادمجون چقدر موثره. ولی وقتی که مثلا ایشون میگه قند من صبح ناشتاست، الان یه مقدار به کارهای جدیتر هم نیازه. یعنی بالاست یا قندشو خیلی هم زارن؟ آره دیگه. نه حالا به هر حال همین که ما استرس داشته باشیم وای چقدر خطرناک، بدتر میشون. نه اتفاقا خیلی موارد ما داشتیم 500 هم بوده، الان کنترل شده. یه داروهایی تو از عطاری مراجعه کنید، اسمش دیابت ویژه است، خیلی موثره. یکی از کارهایی که خیلی شوک دهنده است، زهره گاو رو با حنا قاطی میکنن، کف پا میذارن، چند شب یک بار توی یخچال نگهداری میکنن. خیلی کشتارگاه ها دارن، به قصاب بگید براتون مثلا میاره و با حنا قاطی میکنه، کف پا میذارن. یه دفعه 300 میاد مثلا رو 150، 2-3 روز پایین میمونه، دوباره گاهی وقتا نیاز به تکراره. رو خیلی موارد خوب جواب داده. اگر میشد ما به این سمت میرفتیم که انسولین رو کم کنیم، حذف بکنیم، با همین نکاتی که عرض کردم
داروهای شما الان برید داخل هر عطاری بگید آقا حب برای دیابت میخوام، حبهای مختلفیه که خیلیش بر پایه همین شنبلیلو، بر پایه همین عدس الملک و همین صبر زرد و خیلی از این جنس مفردات که عرض کردم هست. اون کار یداوی خیلی موثره. ببین پنج انگشت بالای ناف درسته میشه، سه انگشت، دو انگشت میشه پنج انگشت. ماساژ در این ناحیه بعد از غذا، نه با شکم پر، با یه فاصله که از غذا میگذره، ماساژ در اون ناحیه خیلی میتونه موثر باشه. آشیل پا کجاست؟ پاشنه پا، چهار انگشت بالاتر اونجای نقطه است. فشار تو اون ناحیه خیلی موثره، ضربه زدن آروم آروم با چوب خیلی موثره و کارهای از این جنس هم میتونه تاثیرگذار باشه. اما عرض کردم اون دیابت ویژه، بعضیا خیلی راضی بودن، عطاری‌ها مراجعه بکنید، بعضی از عطاری‌ها دارن. خدمتتون عرض بکنم که این داروهای گیاهی، اون اعمال یداویش، اون کلاهی که بادمجون 3 4 روز یک بار 7 8 10 تاشو میجوشونن میل میکنه خیلی موثره. اما همه اینا یک طرف، اینکه طرف میره تو روستا بی خیال از خیلی حرفا میشه، غم و غصه خیلی چیزا دیگه نداره، اون غم و غصه ها رو و ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم زیاد میگه، سوره صافات رو لمس میکنه به پیشونیش، به قلبش، به این ناحیه پنج انگشت بالاتر از نافش میماله موقع همون ماساژ که عرض کردم. اینا خیلی میتونه ان شاءالله موثر باشه.